موسیقی و آهنگ‌های قدیمی افغانستان از دو حنجره متفاوت. شوهر افغان و خانم فرانسوی. این زوج هنرمند سالهاست با هنر موسیقی با هم زندگی می کند. همواره آهنگ های باستانی فارسی و لنده های پشتو را دوگانه اجرا می کنند. هرچند که این خانم فرانسوی به هر دو زبان بلدیت ندارد و به سختی می تواند اندکه سخن بزند. تقریبا در خواندم فارسی و پشتو یاد گرفتم. آهنگا را همه را حفظ کرده. یعنی اشعار همه پیشش حفظ است. ضرورت به خواندن کتابچه نداره. لیزون در کنار آهنگخوانی نواختن ابزار موسیقی همچون دایره و تامپوره را از شوهرش آموخته و تا جایی که اکنون در کنسرت ها و تالارهای بزرگ او را همراهی می کند. برای ارائه این موسیقی باید کلمات را که از من نیست یاد بگیرم و سپس صداهای میلودی هایی را که با موسیقی غربی بسیار متفاوت است را کشف کنم. خوشحال هستم که می توانم این هنر را به دیگران به اشتراک بگذارم. با نام و اجرای این دو زوج هنرمند بسیاری ها در شهر لیون و فرانسه آشنایی دارند و حتی در شهرهای دیگر نیز بار بار در تالارهای بزرگ هنرنمایی کردند. این بار این هنرمند افغانستان با هنرمندان هندی کنسرت مشترک را اجرا کردند که تمامی تماشاگران و شنوندگان آن فرانسوی ها بودند. این همی وظیفه ماست که جنبه خوب و جنبه خوب وطن افغانستان ما بر مردم معرفی کنیم. مسعود رونق از کودکی با هنر موسیقی آشنایی داشت. او میگوید که در 12 سالگی طبله را در کابل نزد قربان علی مامای استاد سراهنگ و استاد هاشم آموخت. 41 سال پیش به فرانسه پناهنده شد و بیش از 20 سال است که با خانمش سفر هنری دارند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، فرانسه.